بین کرزایک، متیار و استاد صبور فرید در ارگ چه گذشت؟ صدر اعظم حکومت مجاهدین با دستور کرزای یا حکمتیار ترور شد. با ما در چینل سفرنامه تیوی همراه بوده، قابل ذکر است که چینل ما یک چینل بی‌طرف بوده و لینک منابع ویدیوهای ما را می توانید در بخش دسکریپشن ببینید. در سال 2007 عبدالصبور فرید، فرمانده حزب اسلامی حکمتیار در ولایت کاپیسا، در آخرین روزهای حیاتش در خانهش خیرخانه و سر می برد که از دفتر ریاست جمهوری زنگ تلفن آمد. شخصی که در خط تماس بود با صبور فرید گفت که کرزای صاحب ساعت 10 بجه فردا شما را بر ریاست جمهوری خواسته است. استاد صبور فرید گمان میبرد که احتمالاً شور و مشورت های درباره اوضاع ولایت کاپیسا در میان باشد. آقای فرید وقتی برگ می رود و با حضور کرزای راهنمایی می شود، با تعجب می بیند که گلبدین حکمتیار روی یکی از کاوچ ها نشسته است. صحبت شروع می شود و کرزای مطابق عادت همیشگی مستقیم سر اصل موضوع می رود و می گوید استاد، حالا وقتش از کمور ولایت کاپیسا را در دست خودت بگیری. با قماندان های جمعیت زد خورد را شروع کن. فیصله ما این است که تمام رقیبایت را از صحنه حذف میکنیم. تو از همین لحظه حاکم مطلق ولایت کاپیسا هستی. استاد فرید میگوید در سابق که می جنگیدیم جهاد بود. حالا در کاپیسا هیچ مشکل بین مردم نیست. خودم در یک یا دو جا درس میدم، از زندگی راضی هستم. هیچ برنامه جنگ با کسی در سر ندارم. همین قدر جنگ کافی است. صبور فرید در سال 1373 از سوی حکمتیار به حیث صدر اعظم معرفی شد، اما او از یاد نبرده بود که کمی بعد از بیانیهش به صفت صدر اعظم در حکومت استاد ربانی تأسیسات صدارت و همه جا آماج هزاران راکت از چهار آسیاب قرار گرفت، از سوی همان کسی که او را به صدارت معرفی کرده بود. حامد کرزای از شنیدن سخنان استاد فرید خاموش می شود. حکمتیار رو به کرزای می گوید استاد با من کمی رنجش دارد، خیر باشد مسئله را با هم حل میکنیم. استاد فرید در برگشت به خانه ماجرا را به برادرش شکایت میکند. برادرش میگوید که تصمیم دارند تو را ترور کنند. تو را با حکمتیار روبرو کردند و حالا میدانند که این موضوع افشا شدنی است. رهبران ائتلاف شمال از این قضیه مطلع نشدند، اما مارشال فهیم میدانست که حکمتیار در یک مخفیگاه در ولایت کنر به سر میبرد. او گفته بود که آشپز حکمتیار هر صبح به بازار چغسرای میآید و خوراکه میبرد. افشای احتمالی انتقال حکمتیار برق خطرناک بود. در زمان کرزای حکمتیار 5 بار از ولایت کنر با وسیله چرخبال برق آورده شد که مارشال فهیم هرگز از آن مطلع نشد. حکمتیار در آن زمان نشانی های مخفیگاه ایمنال زوایری و سران باقی مانده القاعده را به کرزای داده بود. چند روز بعد به دستور ابراهیم سپینزاده معاون شورای امنیت و در عین حال معاون ریاست امنیت ملی، غرفه محافظان از دم خانه استاد فرید شبانگا به وسیله جرثقیل برداشته و فقط 2 روز بعد به دستور مستقیم کرزای او را در نزدیکی خانهش با ضرب گلوله از پا در آوردند. شبکه ترور در آن زمان با وسیله ابراهیم سپینزاده رهبری می شد. دانشنامه آریانا ماجرای قتل استاد فرید را در همان زمان چنین نوشت. عبدالصبور فرید شبانگام 4 شنبه 12 ثور 1386 برای رفتن به مسجد از خانهش خارج شده بود که هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت و کشته شد. پسر آقای فرید در مورد این حادثه به خبرنگار آسوشیتد پرس گفت من نمیتوانم باور کنم که کشته شده باشد. آن ظالما از داخل یک موتر کرولا به سوی پدرم شلیک کردند. قماندان امنیه کابل در آن زمان گفت که شیر محمد فرزند گدا محمد را که ساکن روخه ولایت پنجشیر است به اتهام قتل استاد عبدالصبور فرید بازداشت کرده و این شخص به جرم خود اعتراف نموده و راننده استاد فرید نیز نامرده را شناسایی کرده است. و انگیزه این قتل را دشمنی شخصی خواند، اما شیر محمد تعلق سیاسی با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار داشته و حتی به گفته برخی از منابع نامبرده تا کنون هم قطع تعلقات با آن حزب نکرده است. شاید هم این فرد یکی از نفوذی های شورای نظار در حزب اسلامی حکمتیار باشد.
در امین آل گلبودین اکمتیار رهبر حزب اسلامی در مورد قتل استاد فرید صدر اعظم زمان حکومت مجاهدین و عضو مشران و جرگه ابراز تأثیر نموده و قتل وی را کار منافقین دانست. با تشکر فراوان از شما عزیزان که ما را در چینل سفرنامه تیوی دنبال میکنید. برای دریافت ویدیوهای جدید چینل ما را سابسکرایب و دکمه آگاهی را فشار دهید.